با تهاجم نظامی روسیه به خاک اوکراین، تحریم‌های اقتصادی گسترده علیه مسکو اعمال شده تا جایی که روسیه رو به تحریم شده ترین کشور دنیا تبدیل کرده و تحریم‌های بیشتری هم البته در راه. در تازه ترین اونها پیتزا هات، آبجوی هاینکن، مکدونالد، کوکاکولا، پپسی و استارباکس هم فعالیت خودشون رو در روسیه متوقف کردن. امروز کرملین جنگ اقتصادی به رهبری واشنگتن رو محکوم کرد و غرب رو به تلافی گسترده تهدید کرد. روز به علی‌آبادی، عضو شرکت مشاوران رشد جهانی از واشنگتن با ما همراه شده. از شما بشنویم که دقیقاً خروج این شرکت‌های بزرگ چه تبعاتی رو میتونه برای روسیه داشته باشه؟ ببینید، خروج این شرکت‌ها یک سمبولیک هست یا نمادین هست. مکدونالد به هر حال یک نماد سرمایه‌داری هستش که ما دیدیم به صورت خیلی سمبولیک یا نمادین وقتی ورود پیدا کرد به روسیه در 31 ژانویه 1990 میلادی و در میدان پوشکین بیش از 38,000 روس جمع شدند که استقبال بکنن از تمام شدن جنگ سرد و یک میتونیم بگیم فصل جدید از رابطه روسیه با دنیا. امروز میبینیم که هم مکدونالد هم استارباکس بیش از 200 شرکت در یک عمل نمادین از روسیه اومدن بیرون یا متوقف کردن تقریبا فعالیتشون رو در روسیه، با اینکه بیشتر این شرکت‌ها گفتن که هنوز حقوق خودشون رو در روسیه پرداخت می‌کنن. ولی این تاثیر بسیار من فکر می‌کنم تاثیرگذار روانی روی جامعه روسیه داشته باشه. فراموش نکنیم آقای پوتین این جنگ رو شروع کرد به صورت متعارف با سرباز، با تفنگ، با تانک، ولی امروز غربی‌ها این جنگ رو بردن در خیابان‌های مختلف شهرهای مختلف روسیه، جایی که پرتراکم‌ترین مراکز شهری هست. چرا؟ چون این فروشگاه‌ها، مکدونالد و استارباکس و غیره در جاهای بسیار پرتراکم وجود دارن و می‌بینیم که این جنگ روانی یک فصل دیگه رو شروع پیدا کرده. و از همه مهمتر امروز در بازار بورس نیویورک دیدیم که سهام این شرکت‌ها، مکدونالد و استارباکس، نه تنها پایین نرفتن بلکه بالا رفتن. پس امروز نه تنها جامعه غرب بلکه می‌تونیم بگیم بازار هم یک عکس العمل مثبتی نسبت به این مسئله نمادین نشون داد. سپاسگزارم از شما. روزبه علی‌آبادی، عضو شرکت مشاوران رشد جهانی از واشنگتن با ما همراه بودید.